سلام. تو هم گودی پران بازی کردین؟ میفهمین که گودی پران چه قسم ساخته میشه؟ اگر نمیفهمین برنامه وظیفه را بیننده باشه. سلام، قسمی که براتون گفته بودم من میرم به یک جایی که گودی پران میسازن و من در یک شرکت هستم که شرکت گودی پران سازی است. براتون شام میتونم امروز که مراحل تهیه کردن گودی پران کدام ها هستند و ای که انواع گودی پران ها را براتون معرفی میکنم که چند پارچه ای هم هست و انواع اقسام هست. اینجا یک کس هست، من میخوام امروزشون گپ بزنم، البته کارمند هستن در این شرکت. سلام علیکم، خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ بخیر. نامتون چی است و چند سال است که در این شرکت کار میکنین؟ نام امید لاست، در اینجا مدت 4 سال میشه کار میکنم. شما میفهمین که گودی پران ها هم مختلف میباشن؟ چند پارچه ای هستن، دیزاین دار هستن، بابری شو است. این 4 پارچه است. 4 پارچه است. این 4 پارچه است. خب از کجا باید بفهمیم که این 4 پارچه است؟ اما سایزش فهمیده میشه، 4 پارچه هست، سایزش پاریگر بازم، سایزش میفهمم. من که خود بودم فکر میکنم هر قدر رنگ که داشت اونا مقا پارچه است. نه، اون نمیشه. خب، و این هم نیم تخته ای است. نیم تخته ای؟ نیم پارچه. چی یک پیام خوب داره سال، سوله که انشالله بیایه بخیر و در این هم عکس احمد شا تصویرش هست و اینا باز پلاستیک ها، پلاستیک هستن یا کاغذ؟ کاغذ هست یا کاغذ چی هست؟ بنام کاغذ چی هست میشه؟ یا کاغذ های مختلف، کاغذ های هندی هست یا هست؟ کاغذ های هندی هست؟ اینا هم از همون کاغذ هست؟ یا هم نیم تخته هست؟ این باز تصویر های زیر خود تانجور میکنین یا از همون شرکت اصلیشون که میه؟ از همون شرکت فرمایش میده همون چیزی چی باشه؟ یعنی دیزاین خودتان بشون نام میکنید؟ و این هم که سه پارچه هست. این سه پارچه هست؟ رنگ های بسیار خوب داره که نزدیک سال نو که می باشه، خصوصا مردم زیاد می گیرن و بسیار مقبول معلوم می شه در آسمان. او هم که هوا صاف باشه. و این هم پنج پارچه هست. این هم پنج پارچه هست. خب این پنج پارچه معمولا چقدر اندازش می باشه؟ اندازه مشخص دارن؟ و مطابق چیش می شه؟ بانکسش می باشه؟ قاقدش که می باشه؟ سی درسی می باشه؟ یا همون قدرچکی می باشه؟ مطابق از همون اون کمانه و بانکسش. خب بسیار خوب، میبینیم که اینجا انواع و اقسام گودی پران هست، هم ساده هستن، هم رنگ هست، هم گفته اینا قالینچه‌ای هست، هم پلاستیکی، هم کاغذی. خب میریم بخیر به طرف کار ساخت گودی پران ها و ببینیم که اینا با ما چه رقم یک گودی پران ساخت شاید میتن و ما باید در کار کدام رقم گودی پران هم رئیس اینا همکاری داشته باشم. پس برنامه را تا آخر دنبال کنم. و ما به جای آمدم که اینجا گودی پران ها را میسازیم و پیش استاد عامد غفاری آمدیم که اینا به من یاد میتن چه رقم گودی پران را باید بسازیم. سلام استاد، خوب هستین؟ سلام. شما خوب است؟ زنده باشین. تشکر. ما بیشنم اینجا اجازه است؟ زنده باشین. خب استاد بخیر، نگر قسمی که گفت داده بودیم باید امروز یک دانه گودی پران جور کنیم، حال بگویم که چه قسم یک گودی پران جور میکنیم. آدم یاد داشته باشه سیستمش. ما مدت 30 سال میشه که من خودم گودی پران سازی میکنم، مدت 60 سال پدرم همین کار میکرد دیگه، یعنی میکس ما سیاد داریم. اولین مرحله در ساخت گودی پران کدام مرحله است؟ اول کاغذش ما برش میکنیم. خب برش کاغذ. این کاغذ ها به نام کدام کاغذ است؟ کاغذ های که از هندوستان میه، از پاکستان میه، کاغذ های هندی است. اندازه داره؟ این اندازه داره؟ باید اندازهش. این اندازه گودی پران 4 پارچه است. برش گودی پران. این حالا ما بانکس رو تیار میکنیم. خب. بانکس ازی از بنگلادش یا از پاکستان میه، باز ما قاشش میکنیم، بازی تراش میشه. خب.
باید لوله شود که ایزخ داره با دست خود ما رو میزنه باید یک کنترل اگر نباشه باز گودی پران میشه خب این مراحل کار که هست مربوط کس با مسلک میشه و من مطمئن هستم که تا که یک چند بار کار نکنم این کار رو نمیتونم و نمیخوایم که امروز بخیر این گودی پران ما خراب شوه پس این کارا رو خود استادامت میکنن گمانش نیمی دایره شد اگر یک ذره کنترلش صحیح نباشه بازی را که قیمه کنیم در آقا یک کنترول خود از دست میده یا پانگ میداشته باشه یا زیاد لوف میزنه حال تیر شد میزنه خب دیدم اینجای وسط که گودی پران از دو طرف نیم میکنه آه زده میشه سرش میزنین یا چربش میکنه آه نه سرش میکنه سرش کایی ایام باید در وسط جای خود باشه اگر در وسط نباشه باز گودی پران به کنترل میکنه یک چهار کنجی در سرش میزنیم که خلاصی زود خطا نده ایام کاغذ است؟ بله آه حساب شرش کاری همی مشکل تری میشه از کس که نفهمه نمیده که شرش میزنه این گیشه که میزنه باز از پیش میپره از ما زیاد کار کردیم دست ما رو شده از پیش ما نمیده این بیپران ما اندامش جز شد خب این سرش میزنه این آن اینجا شام یا این همون تو میمانه؟ نه با همون تو میمانه حالا میخواییم که یک ذره محکم تر شود باید گرد آگرد از این تار گرفته تار بندی شود خب این حال تار گرفته می باید از این لب از این قاط میشن دم بشه میزنه خب این دم به چهار پرشه است ما براتون خط میکنم خودت با دم سر خط قیچش کنم صحیح؟ درست در این چپش میزنه؟ اینال ای آره بیشتر میبره ای دو بغل پایان ما به این جای شدش میبره یعنی ای وسطی از ای که هست یک گودی پران چهار پارچه را جور کردیم و اینال میخواییم درش هر دیزاین که کس بخواید ما برش میتیم یک چیز دیگه هم بر سرش میتیم که در وقت گودی پران زیادتر از سر پاره میشه این به خاطر سرش شد از دو بغل هم زیادتر وقت پاره میشه و هر چیز را که بر گودی پران ما دیزاین میتیم هم ما کم شوه هم یک مقبولی گودی پران برایه دما هوا و آسمان خوب معلوم شد به تندگی شما بزنم اینجا میخوایم یک گل برتان بغلش چی کنم یک گلک میزنیمش زیادتر دیزاین از طرف خود مشتری می باشه یا از طرف شما زیادتر زیادتر کسا برای ما دیزاین ها را خودش میگه یا عکس شه برای ما روی میکنه یا اعلان های یکان شرکت باشه برای ما روی میکنه باز ما برشان اما هر خواست که داشته باشه برشان جوی میکنه اینجا حالا می خواهیم که کنترول از این سوی سو برابر شده به این طرفش یک قلب میزنیم خب خیلی بکنیم که قلبش هم نوک از این در اونجا بخوره امیش؟ آه نوکش این سیز
چون باید دست پیش کم نماشه. بسا او تو کاری میشه. خب پران ما شد دیگر جای نمونده که دیگر چیز بسید. گودی پران ما آماده شده بسید. گودی پرانک قندولک و کار ما در اینجا هم تمام شده. دیگر تشکر میکنم از استاد بسازو تشکر که ما را همراهی کردن در برنامه و برنامه دیگه وظیفه هم همینجا به پایان میرسه. شما را بالای یکتا میسپارم. خدا نگهدار.